دادن به نظر من یه کار خیلی خسته کننده و بیفایده ایه. شرحال یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره، اهل یک شهر یا دهیه، توی این مدرسه درس خونده. این ماش اتفاقای خیلی معمولی قراردادی هم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای همه میفته. مثلا توی حوض افتادن دوره بچگی، کردن دوره مدرسه، عاشق شدن دوره جوانی، عروسی کردن، از اینجور چیزا دیگه. اما اگه منظور از این شرح حال تو دیدن نیمش مسئله که به کار آدم مربوط میشه، خب در مورد من میشه شعر، پس باید بگم که هنوز موقعش نرسه، چون من کار شعر رو به صورت جدی تازه شروع کردم. من توی استودیو نشسته داشتم یه فیلمی رو صدا برداریش تمام میکردم، دستگاه ما خراب شده اون روز. من تلفن کردم به استودیو ایران فیلم پاکش بکنی، گفت بفرست. فروغ گفت من میبرم. گفتم ببر. رفت دیگه، بعد نگشت به اون ترتیبی که رفته بود دیگه. چی دیگه، بیمارستان هدایتم 20 متری استودیو من بود. اون خانمی که مسئول بیمارستان بود قبول نمیکرد، گفت اینجا بیمارستان بیمه های اجتماعی کار کردن است. آقا بیمارستانه، قبول نکرد دیگه. اگر قبول میکرد شاید فرقی نمیکرد. من هم رفتم ترجیح بیمارستان تموم بود دیگه. چی فروغ فرخزاد نه تنها در بهمن 1345 درگذشت، بلکه شعر او هم فکر میکنم درگذشت، به این معنا که فروغ فرخزاد در کار هنریش، در کار شعرش دیگه گام‌های بیشتری نمیتونست برداره، برای اینکه بلندترین گام‌ها رو برداشته بود و دیگه امکان جلو رفتن نداشت. و دردناکه که بگم خوب شد که فروغ فرخزاد در 33 سالگی درگذشت. آیا دوباره گیسوانم را در باد شانه خواهم زد؟ آیا دوباره باغچه ها را بنفشه خواهم کاشت و شمعدانی ها را در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟ آیا دوباره روی لیوان ها خواهم رقصید؟ آیا دوباره زنگ در مرا به سوی انتظار صدا خواهد برد؟ به مادرم گفتم دیگر تمام شد، گفتم همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق می افتد، باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم. تنها صداست، صدا که جذب ذره های زمان خواهد شد. صدا، صدا، تنها صدا، صدای خواهش شفاف آب به جاری شدن، صدای ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاک، صدای انعقاد نطفه معنی و بست ذهن مشترک عشق. صدا، 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 تنها صداست که میماند. حالا اگر که شعر من اطلاع یه مقدار حالت زنونه داره، این خب خیلی طبیعیه که دلت زن بودنم، من خوشبختانه یه زنم. ولی اگر که پای سندش ارزش‌های هنری پیش بیاد، من فکر میکنم که دیگه جنسیت نمیتونه مطرح باشه. اصلا مطرح کردن این قضیه درست نیستش، چون اون چیزی که مطرحه اینه که آدم جنبه های مثبت وجود خودش رو طوری پرورش بده که به یه حدی از ارزش‌های انسانی برسه. اصل کار آدم هست، اصلا زن و مرد مطرح نیست. اگر که یک شعر بتونه خودشو به اینجا برسونه، دیگه مربوط اصلا به سازندش نمیشه، یک چیز مربوط به دنیای شعر و ارزش خودشو داره. به حال من وقتی که شعر میگم انقدر به این قضیه توجه ندارم، اگر که همچین حالتی میاد توش خیلی ناآگاهانه. و این من زنی تنها در آستانی فتی سر،
در ابتدای درک هستی آلوده زمین و یأس ساد و غمناک آسمان و ناتوانی این دست های سیمانی دستهایم را در باغ دستهایم را در باغ سبز خواهم شد سبز خواهم میدانم 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 دستهایم را در باغ چه میکارم سبز خواهم شد میدانم سبز خواهم شد میدانم